به چه گناهی کشته شد؟ عماد حیدری از جوانان فعال خوزستانی را روز 14 مهر در اطلاعات سپاه اهواز زیر شکنجه کشتند. عماد 31 ساله و از فعالین مدنی منطقه فقیرنشین ملاشیه اهواز بود. او در جریان سیل ویرانگر فروردین 98 از جمله جوانانی بود که با جمع‌آوری کمک‌های مردمی به کمک مردم سیل زده خوزستان شتافت. اما حکومت ضد مردمی روز 25 فروردین 98 او و 19 تن از دوستانش را به خاطر این فعالیت‌ها دستگیر و زندانی کرد. وی با سپردن وثیقه بسیار سنگین آزاد شد. به دنبال اوج گرفتن اعتراضات و قیام در شهرهای مختلف، عماد در محیط‌های اجتماعی همشهریانش را در ملاشیه به برگزاری تجمع اعتراضی و همگامی با سایر قیام کنندگان در شهرهای مختلف فراخواند. اما پاسداران خامنه‌ای از ترس شکل‌گیری تظاهرات مردمی در اهواز، عماد را روز 5 مهر دستگیر کردند. بعد از 9 روز بی‌خبری از سرنوشت عماد، از طرف اطلاعات سپاه به خانواده‌اش اطلاع داده می‌شود که عماد در زندان اطلاعات سپاه اهواز سکته کرده و فوت کرده است. اما نزدیکان عماد میگویند که او زیر شکنجه جان باخته است. عماد که نان‌آور خانواده محروم خود بود، تازه ازدواج کرده بود. در نهایت روز 15 مهر مزدوران حکومتی پیکر عماد را تحویل خانواده‌اش دادند. اما اجازه ندادند برایش مراسم بگیرند و آن روز پیکر شکنجه شده عماد قهرمان در آرامستان بهشت‌آباد اهواز با شرکت تعداد اندکی از نزدیکانش و با حضور نیروهای اطلاعات سپاه به خاک سپرده شد. اگرچه حکومت ضد ایرانی اجازه نداد تا در خاک وطن برای عماد مراسم بگیرند، اما آوازه او مرزهای جغرافیایی را در نوردید و ایرانیان آزاده و به ویژه هموطنان خوزستانی در خارج از ایران برایش یاد بود گرفتند و با نثار گل بر تصویر او یادش را گرامی داشتند. اهواز بعد از جانباختن عماد با فریادهای مرگ بر دیکتاتور به خونخواهی او به پا خواست. زندانی سیاسی سابق سهیل عربی در یادداشتی با عنوان برای عماد برای ملاشیه درباره شهادت عماد نوشت: عماد تنها 31 سال داشت، اما گویی جای قرنها رنج کشیدن مردمش روی صورت او جا انداخت. گمان نکنید که محصول انفجار این بغض تنها چند قطره اشک است. نه، این اشک‌ها سیل می شود، ویرانگرتر از سیل‌هایی که شما ایجاد کردید و خانه‌های مردم را خراب کرد. سیلی که محصول بغض‌های ماست، نه فقط حکومت کثیف و جنایتکار شما که قرنها ستمگری را با خود به زباله‌دان تاریخ می‌برد.